اول از همه باید عمق رابطه اسرائیل و آمریکا را یادآوری کنم. در دولت من میلیاردها دلار خرج امنیت اسرائیل شده که این هزینه پروژه گنبد آهنین را هم شامل می شود که از این کشور در مقابل راکت هایی که از آن سوی مرزها به اسرائیل شلیک می شوند محافظت می کند. همکاری های اطلاعاتی ما هم از سوی دیگر بی سابقه بوده. این برآورد ما نیست، بلکه برآورد خود دولت اسرائیل است. این رابطه دو جانبه گسستنی نیست. بنابراین تصریح می کنم که اتحاد ما با اسرائیل قوی است. نکته دوم این است که ما هدف مشترکی داریم و آن اطمینان از دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است. این چیزی بود که از زمانی که من حتی سناتور بودم به آن متعهد بودم. این تعهدی بود که پیش از رئیس جمهور شدنم به آن باور داشتم. و هر سیاستی که طی سالهای اخیر در مورد ایران پیگیری شده، ادامه همان راه است. البته اختلاف نظر عمده‌ای درباره رسیدن به این هدف وجود دارد. ولی آنچه مهم است، اطمینان از دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است. آقای نتانیاهو فکر می‌کند بهترین راه برای رسیدن به این هدف افزایش تحریم‌ها یا حتی حمله نظامی است تا مطمئن شود ایران از غنی‌سازی باز داشته شده. در ضمن هیچ کارشناس هسته‌ای نیست که بتواند به طور قاطع بگوید با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران این کشور برنامه هسته‌ای خود را کنار خواهد گذاشت. آنچه ما از ابتدا و به واسطه اعمال تحریم‌ها در پی آن بوده ایم، کشاندن ایران به پای میز مذاکره بوده. با کشاندن ایران به پای میز مذاکره، آنها مجبور خواهند شد اولا نشان دهند دقیقاً در داخل ایران چه خبر است و ثانیاً فاصله زمانی طولانی تری ایجاد خواهد شد که طی آن ممکن است ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. توافقی که هم‌اکنون در حال مذاکره درباره آن هستیم، باید اطمینان کافی را به ما بدهد که ایران در هر زمان حداقل یک سال با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله دارد. هنگامی که به این یک سال دستیابیم، توانایی این را خواهیم داشت که به موقع با اقدام نظامی ایران را از این کار بازداریم.